بابا به خدا ما هنوزم میگم تو بیخود کردی به خدا هنوزم میگی ما اون چی بگرد آخو چی ها من دیگه نمیتونم حامه چه حرفی میزنی آخه تو اینو بده به من بیا ببینی نمیتونی با کنی سمه من فقط میگم این روال نیست بیایی که عقل منو بذاریم رو حرف بشم نمیشه چطور میشه من حرف نزنیم من یه هفته از من داریم حرف بزنیم میزنیم دیگه نه یه هفته از حرف بزنیم من خوش بزنیم محمد هیست فقط هیست این یه دوتا گنجیش که پرکنده گربه بوده نشسته بودن روبروم یک کلام بیشتر تو دهنشون نه ما باید بیاییم اینجا هی از من اصرار که باید نوبت بگیرین از اینا این کار که چی و چی و چی آخرش یه بروشور در آورده بدارم دستشون که مثلا یعنی بریم فردا بیاییم ببین عزیزم تو اینجا شرایط مهمانهای مرکز آمده هم باید زوج باشین هم اعتیاد مشابه داشته باشین سابقه اعتیاد مشترکتون هم بیشتر از 3 سال باشه اگر این شرایط رو داشتید اون وقت زوج درمانی برای ترک بهتون جواب میده این متد ادعای خودمه تا حالا رو بیشتر از 200 تا زوج جواب داده تشریف میارین اینجا گوش نمیخواید به حرف من نه از چه دارت میفتی یه بارم تو به حرف من گوش بدی میگم نمیتونم نمیشه بریدم میره تو مغز نداشتن به علی اگه بفهم بابا تو گوش میدی ببینی من چی میگم یا فقط سر انداختی چرا نمیگردی الان تو چرا نمیگردی چون که اینجا نیست بابا خر نیست اینجا دیگه الان رنگ چطوره همی برم زن تو گاف صندوق سه باپله نکن هشتا تا دارم صبح و شب دارم بیرون بالبال میزنم بعد بیرون پرسن احوال میکنم اینجا که بابا ننه بابا دارم نداری که تو گولتون خوله والله من خوشو نبالیدم از خونه تقصیر من نیست که رسید به اینجا ماجرا خودش روش نمیشه پاشو بذاره جایی که فقط فامیل ببیننش دعواری عروسی دعواریش عروسی مهری آقا مثل خودم کار رو دادم همین ببره در خانمش عروسی دختر فریده خانم شماره دادم زنگ بزن رو بسش بگه بیا هی هر دفعه عروسی دعوتش کردن گفتن نمیاد آقا حامه آقا حامه چیه؟ کجاست؟ منم نمیرفتم اون موقع که صورتم نریخت بود پایدم نمیرفتم بری بشینیمش قلچماق ندونه خوشحال دوروبرتی چی بشه؟ اون تو خط یکی که آخر هفته بذاره بره شما تو بگی اگه گرتا پیش بدید قد رفته هم فردا میمونه تا چی یا نه خوب میکرد خوب میکرد گور بابای عروسی اصلا آقاش بیمارستان بود این آخری آگه با ساعت ملاقات نمیمد که مردم در میدش میگفت آبرو دارم آبرو سریشن ما که رسوای دو عالم بودیم تو فرفانه خود مرتکش که سقط شدی نورو گذاشت تو دامن من مگه آبرو حالیش بود چه بد سقط شدم من یه جای سقط شدم گوشه باغچه اتوبان 10 سال یه بار کسی رد نمیشد تا یه هفته برفی رو جنازم آب نمیشد علایی شد سپوره پیدا کرد نشستی اونجا زل زل این مهتابی بربر منو باش منو باش میزنی تو صورت من که چی ها؟ برو بیرون حامد با تو میگم یه برو بیرون نمیخوای بگردی برو بیرون خودم پیدا میکنم خودم هم میزنم تو بمون با اون دوتا حیوان تیغ کش که در همون بالا پا شطوری میره هر غلطی که دلت بخواد بکن ببینم خوشت میشه یا نه خوش نمیخوای بدی به من نه حرف زدی تموم کردی تو حرف زدی تو تموم کردی چیه؟ کی تموم کرده؟ تموم رو من کردم بعد وقتا من تموم شدم من تموم کردم آره میشد تموم نکنم تموم نشم شد شدم 17 آبان صبح نشون به این نشون برف میومد یکی اینقدر سرد بود و بیت بیت نرد آبا تو هم چیه بگو میشنبه من نگاه کن نمیخوام این چی روش نوشته من چشم نمیبینه چیه فنوبار بیتاره کمی که او اینا جاساز هستیش نه اینجا دیگه از کسافت به خدا یه جا دیگه است من نگاه کنم ها بیا سامان من میگم نکنیم نکنیم نه جا بزنیم حرفت اینه دیگه حتی من میدونم ببزنم تو نمیدونی حتی دهنتو نمیدونی یه عمره به من نگو که دیگه من نگاه کنم بلم اون گوبا با بس بگردم پیدا کنم تا بگو از کوفت و زهر ماری میخوایی بگیرم سامان میدونم میگم اصلا پیدا کردنه نخوره میخوره هر کار کنه میخوره الان تو برمیگه 2 ساعت فکر میزنی میگه بیخیالشیم نکنی منم میگم خود چکویی بخوریم بعدش تو اون خط خون میگیری دیگه حسی صد کورس رفت و برگر زدیم همینو بگرد بگرد پیدا کن تموم شیم بریم به کارمون بابا کاش اصلا راشون نمیدارم من گفتم کیس ویژه هم منو به نوبت وزیرش کن گفتم من تشخیص کیس ویژه نمیدم اصرار اصرار که بابا رو سایده کن یعنی میگی رای نداره یعنی حامد
عزیزم، عشقم، قربون اون عقل کش میشید برم داخل خر حیوان چرایا. بگو دیگه، بگو چرا. یه چیزی که تشنه من ببینم، نه تو ببینی، هرچی جزی. چی؟ چیه هرچی جزی ها؟ هرچی جزی، هرچی جزی. چی روش داشته؟ بابا اینا یودوکین ها رو ولشون کن. نس نسا ترا رو قایه میکنم، قرص هر رو سالشون دمه دستم اومد. بریم دیگه، چیه هرچی جزی؟ فرار کنیم بریم بیرون. بیرون ریسه کشیدم برام. اصلا ما میتونیم یه روزم بیرون باشیم؟ اون بیرون قیامت. من نمیدونستم چی به چیه تا در خونه ما اومدن شیشه ها رو شکستن، عربده زدن. یکی اومده بود عین علم یزدی، عین دکل بقیه عربده، عربده که پسرت کو. گفتم زندان. من درسگاه چهار بند دو راروی یک کنار در دشتوی اتاق شیش کفتا با لگت گذاشت تو در. گفت این طولت نمو بزرگه دیگه. روم نشد بگم به خدا نگه مرزنده. من پسرم 11 ساله گم کردم، از همون وقتی یاد گرفت بندازه رو کفی نشگی. میخواستم با کشنشون دلم تیکه تیکه شد از ترس. یعنی تقصیر من بود. اگه من آدم بودم بچه هم آدم میشدم. حیف که من آدم نبودم، حیف که بچه هم آدم نشدم، حیف که بچه حیوان حیوان میشه. چرا زدم تو کوچه شما که دیدم کنار کانال نشسته با رو فقاش داره دود میکنه؟ اگه دو تا چپراست گذاشته بودم زیر گوشش درست نمیشد. یعنی هرچه امروز دستم بالا نمیرفت، چشم وا نمیشد که من گفتم باید بریم بیرون. خب بچی برونیم جز خودمون دله دله کنیم تا بالاخره اون دوتا اسماعیلی ها هر وقت خشقشون کشید چون اون صاحب بی پدرشون رو بکشن سرمون. من که اینو نمیگم. که آه چی میگی تو آمد؟ چی میگی؟ میخوای ما بزنیم اونا رو بکشیم؟ ده بدبخت اونا بزنم من تو رو بکشن، شبونه از دیوار میکشن بالا میپیچن بپیچن هیچم تا پلیس ردشون رو بزنه نزنه ما خاک و خاکستر شدیم. ما بزنیم اینا رو بکشیم چی میشه؟ جاییو داریم بریم تو قد آدم کشیم. من مال یار بابا با یه نگاه به خودمون بنده فاهمه. نه بابا خب منظورم این که میگم شاید چی منظور بیدم چی؟ شاید چی؟ توهم زدیم مثلا. توهم نزدیم اون اسماعیلیا واقعا اومده بودن اینجا خودشون رو جا کرده بودن الکی فقط واسه که دخل اینا رو بیارن. من چی میدونستم؟ از کجا میدونستم؟ به من چی میخواستم؟ شیش ماه داشتم جواب روزنامه ها رو میدادم به خاطر این دوتا احمق، به خاطر شما دوتا احمق، شما دوتا بیبوته. ها؟ دارم میگم شاید توهم زدیم مثلا اون اسماعیلی ها میخوام بیان اینجا ما رو بکشن. حامد جون وای بینج قربونت برم به اینجا بشی میخوام قشنگ نگاه کنم. حامد ترسیدی؟ دو هزار جور روزه میخواد بچه مصابات نداشتی. من میرفتم دعوا این نبود هیچ وقت خدا نست. به من نرفتی؟ من قدیم بودم یه محل رو انگوشم بچرخی یه بار خفتم کردن خوف کنم خفه کنم هر رو رو سه نفر دیدم من لهشون کردم. این بودم ولی خیلی دلدارتر. ترسیدی؟ به من نگو که دیگه تمام چی زدی؟ این نگاه با تو هم این نگاه اینجا تا اینجا چاک برداشته توهمه اومد اینو بزنه دستم رو آوردن اینجا نزنه تو رو از تو تراس هل دادم با کله افتاد این تو حیات توهم بود یارو گردن من کرده بود تو استخ زیرا اونقدر که حباب فاتحه از حلقومم زد بیرون توهم بود. اون یکی چی؟ تو اون حیات پشتی خفتت کرد با چاقو این رو سگ در رفتی توهم بود؟ میشه؟ داریم اینقدر توهم؟ بابا اینا آدم فرستادن کلکمون رو همینجا تو همین کلینیک کوفتی چی چی درمانی این دکتر چی چی بکره کجا باموندی تو آمد؟ دارم میگم از همون شاید ترسیدیم توهم زدیم مثلا. بابا دوبار میشه هر بار ما توهم زده باشیم ما؟ اینا 2 هفته بعد ما اومدن توی این سلسلی ما هم داریم هی توهم میزنیم اینا اونقدر دخلمون رو بیارن. خب بابا قرص قرص میدن اینجا اینقدر مهمون نمیشه ولی اینا باشه میگی؟ چی میدن مگه؟ مسکنه دیگه عرض طول همه این بساطا رو درش گرفتی نمیدونی چی توهم میده چی نمیده؟
ترسیدی تو ترسیدی جیغ بدم سرش گفتم عقلت شوهر بدی گفتم میشه فرید خانم تو مسجد جا بره بدونه تو چی کار میکنی اون رضا اکسپرس شخص رو تو بدتر بدونه اون پول تاره خانم هم برگشته به مادرش گفته آمد رفته با ترکیه میشه همه بفهمم پلیس نفهم آخه تو من نمیذارم حمید بره گلدار خب بهش قول دادم دعاشش باشم همیشه نشد که 50 تومن کم بود واسه دیه نشد که جور باشه خودشو کشید تو کافه فنا نشد که باشه من نفله شدم من فقط دارم میگم سرت که تصمیم درست عاقلانه بگیری چه چته؟ هیچ قبل بگو نه خدا هیچ چیه تو میشنوم تصمیم میکنی آه یکی خریانه تصمیم عاقلانه بگیری من عقل داشتم زن تو میشدم تو عقل داشتی بعضمون این بود باده کل بدبختی ما همین عقلی که نداریم خاک چون سرت خود تصمیم عاقلانه بگیم یه جای زندگی تو بگو تصمیم عاقلانه حرف شما به درد سرت کار خواهد جون من هم جون من یه دونه هم بگی قبولا برو برو پیدا کن قالق سر بکنی تموم شو اینا اون روزی قالشون کنده شد که با هم نشستن سر بساط حالا ناز زنشو بشونه با بساط یکی باید باشه همیشه بگه خاک تو سرت وقتی هر دو تا خواب تو سر باشن ما کی به کی بگه خواب تو سره؟ خریت کردم اصلا زن و تون به تون افتاده شدم با اون وزگرد سر پیر به خاطر داغ بیفته به داغ دختر سر مصاحبه اینقدر جلز و بلز نکردم که من دلم نمیسوزم کلی گریه کرد هی نشستم دل دادم به حرفشون که تایش وقتی ردشون کردم ناله نفرین پشتم نباشه از این چرت و پرتایی که همه میگن من پول نداشتم طلاهای عروسیم رو فروختم پول نداشتم شهریه بدم انصراف دادم گفتم شما کیس خاص نیستی بالا بریم پایین بیاین نیستی مختلف پک بیزد زیر گیره من نمیدونستم واسه چی اینقدر اصرار دارن من از کجا میدونستم سمانه یه چند روز به من وقت بده من خودم درستش میکنم دیگه باشه تو رو خدا یعنی همه چی همه جای خیالم راحت شد چقدر خوبه که تو از نامه بس نمیکنیم از خرابازی ها بس کنم از خرابازی درستش میکنم درستش میکنم چی رو میخوای درست کنی؟ چی چه جوری میخوای درست کنی؟ هیچی رو نمیتونی بابا گفتم من درستش میکنم دیگه واکن چشتو آمه تو درست بکن نیستی خراب کنی بودی هم این درست بشن سمان بکن سرسو دو بیرد سمان چرا چش آدمو میبندم؟ اون اینکه دیگه وای سایه چند روز به من وقت بده من درستش بکنم دیگه باشه. چی درست می‌کنی آمه؟ تو باشی من داخلمونو میارم بیرون باشی اونو اهل نشینی من تو بد باش هر چی یه شانس بده من زورمو بزنم یعنی 2000 نه. 2000 به چی؟ 2000 به 2000 به چی بیشرم؟ نداری نه؟ باید داشته باشم. آره رو میخواد مامت. به خدا خیلی رو میخواد. داری یا نداری؟ داری یا نداری؟ یه چی گفتی برو منشی موقعی میشه حالا 2 هفته تا من روبراشم کار پیدا کنم 2000 داشتم که شد 2 هفته حالا 6 ماه خوابی توشه خونه خواب تو سرگمدن از مرد تو زنگی رو شانس نداشت یه توی چی؟ یه چی گفتی بذار کنار میذارم کنار بذاری کنار 2000 داشتم گوشتم کنار کاش تو خواب گذاشته بودین کنار رفته بودین سر کار اینجوری گرد نمیزدی که گذارتون بیفته به کلینی که من یه تیا چی؟ یه تا گفتی این کوفت رو بخور بچه رو بنداز حالا نه یاد وقت خوشیمون بیا اگه نزداخته بودنش میشه نبه اول نمیدادن که هم ببرمش پارک سمون از دخولم کش کنم یه تیا چی؟ یه تا دخولش رو بخورم که دیگه کش نمیرم کرنج بیا گفتی به خدا فقط با این پریسای تلگرام بازی کردم هیچی دیگه نبوده سر تا تای ماجرا 2000 داشتم قبول کردم چی شد؟ چند تا یادت بندازم که یادت بیاد یادمه ولمون کن بابا ولمون کن یادمه منو نگاه کن سامانه منو نگاه کن دختره ما نباید اینجا باشیم نباید اینجوری باشیم
اینجا جاجون ما نیست. میدونی؟ میدونم میدونی. الان اگه تمامش کنیم نرسیده بردیم، مگه ما فرار نمون با هم دیم؟ شمال یه جا که بو چوب سوخته بیاد، صدا موج بیاد، تاریک باشه دراشی روز، زل بزنی به صدرهای یکی انقدر به این درشتی، چای قلقل کنه رو آتیش، جیجرک بربر کنه اون بقر، تو برام ستار بخونی، من هی موام با کنم اید ببندم، هی موام با کنم اید ببندم، بو شامپون بخوری تو دماغ. اوه حفظم همه اینا رامه کو کوشی کوشم کوشیم. کجای کاری برس میشی که تا حالا رسیده بودیم؟ من نمیکشم آمه، تو هم بکش نیستی بهش بگم. سمان من یه فرصت میخوام زور بزنم سر تا این قضیه رو زیر بکنم. بس آمه من فرصت ها رو دادم، تو هم گرفتی که میخسیخمون داره اینطوری به یه امبالانس میزنه. بگم شروع کنم دوباره؟ باشه هرچی، یه شانس دیگه به من بده، سه روز سورام بزنم نجات بیاییم که هرچی تو بگه همونو بکنیم. من این مادر مرده یه هفته زاغ زدم این پایین خالی شه، بیاییم چهار تا دونه قرص کوف کنیم بمیریم خلاص. بریم کجا که چی بشه؟ تو راست ریس کن بودی؟ اون وقتی که من افتاده بودم کف خونه تو خونه خودم دست پا میزدم، نشسته بودی زیر پول مدیریت رنگ بکشی سر تصمه بی خیال من. تو راست ریس کن بودی؟ من نباید گردن خم میکردم واسه ده تومن پیش اون اپهلی از سگ کمتر. تو راست ریس کن بودی؟ من الان که چی کار میکردم که ده بدن له له بزنم به یه سقط. سبون بلاب کن، بلاب کن، بلاب کن حامد. میام بالا که اون روزایی تو خواب تیغ کشم کنم. آمد یه ماه این شغال تیر شده در رفتم. بس به دیگه حامد، بس به خودم تمومش بکنم، به خود خودم تمومش بکنم. خود سرده پیدا شده خوش سرگاه، نصف شب که میومد از اینجا بچه، قبل از اینکه این قرصا بیفته دستتون پیداتون میکرد، یقتون میگرفت، میکشیدتون بیرون از بهداری، زنگ میزد به من، خودمو میرسوندم بالای سرتون. اینطوری نمیمردی، اینجوری هم نمیمردیم، بالاخره اون اسماعیلی ها میکشتنتون. اگه راتون نداده بودم، اگه سفت و سره واسده بودم، اگه اون روز هی اصرار تماس کرده بودم که نکنم این کارو، پول دیگه که بالاخره جور میشد. من اگه زنده هم بودم هرچی میگفته فایده نداشت، گوش نمی کردم، نمی خون کسی منو. خواستم قمه رو بزنم این برای یارو از نومت رو کله ویلاموسه. اگه شی آینه جاخالی داده بود که حامد نرفت بود به کیلو کشی. اگه جاخالی داده بود سمانه، سمانه من نگاه کن سمانه پایه یا نه؟ با می شروع کنیم، با من نیستی؟ با اون دو بس پشت بکن به من، نمیدارم چهار دقیقه پنج دقیقه می کشم تمام بشه. با تو هم مردی که یه اشکال نفهم میخوای بزنی من تنهایی بمیرم؟ چگر جربازه یه قرص کوف کردنم نداری؟ من تو این کثافتم به خاطر کی؟ به خاطر چی؟ که تو ایوون راست راست چشم نگاه کنی بگی نمیتونم؟ من بگو قبوله، بگو قدر حیفون بودنم عاشقمی، بگو قد همه لجنی که کشیدم به زندگیم و زندگیت عاشقم، هر اونجا میمه و سلام بگیم و خلاص. خیلی گوساله میگی یا نه؟ نمیخوای یه بارم شده مرد باشی؟ بدون من بمیرم تو بمیری باستی باید هرچی که باید باستی نیستی نه؟ چی؟ قد حیوان بودنم، قد لجنه نیستی؟ اگه اصلی هستم نیستن رو برست
پروانه رو دیدی؟ پروانه اولش که بگیری دسته، بعد که ولش کنی رنگ و منگ بالش چسبیده به انگشتها، پروانه هم بالش میشکنه میمیره، یا نباز بگیریش یا وقتی گرفتیش دیگه نباز ولش کنی. گوشده با گوی ورورا رو کی خونده تو کوشه؟ تو الان پروانه ای؟ ما دیروز رفتی انجمن سکسک کردی در رفتی، گفتن سکسک چی در رو بست؟ سک پدر ساب مستم الله اکبر. بایستدم پشت در گفتم نسو اسمشو صدا کردم، گفتم خب همین کارا رو میکنیم بچه منو به قوزک پاشونم نمیگیرن دیگه. زنگ زدم دختره تا دید منم گوشی رو قطع کرد، نشنید اصلا منو. میشنوی؟ نمیشنوم. حالا یعنی دارم میگم اگه اینا سرشون به کار من بود، من نمیذاشتم این پسره خودش رو با کله بکشه بگو نمیخونم. حرفامو نمیخونم، نه این میخونه نه اون میخونه نه اون یکی. خب الان میگم بابا شماره اون آقای یارو رو بده من برم باهاش صحبت کنم، هرچی باشه پدره، حرفمون به هم خورن داره. میگه رضا گفته خودش درست میکنه ماجرا رو. خب رضا، رضا به هرچی نباید درش خندید که گفت. بهش گفتم آخه من اونجا بزرگ شدم، من با داشته یارو همبازی بودم، شب خوابیدم خونهشون، باهاش صد بار رفتم دوشین اومدم. آقا یارو بخواد گرفته سر خود دیگه پایین نمیاد. مگه سبزی فروشیه برای چونه بزنه پول چونه بچه‌شو میگه زدی بخور شو. حالا این رضا رضا کن واسه من دیگه، دوماد پرستین شما اصلا. من اون حیفه اون همین رضا پرستیه تو خراب کرد بابا. اون دوماد خیکلجن چسخوره میخواد چونه بزنه چونه بر میداره دیگه. مگه سلام، سلام کردم جواب نردا. منم حالم این خلقاش به هم میگم که زنده بودم حالم این خلقاش به هم گرفت رو من که این وضع زندگی و زنگیری تکه پلان. گفتم آخه یکی دهنش رو وا میکنه که خودش دندون آریه تو دهنش نباشه، زنگیری های تو که یکیش هفت یک شب اینهاش یه لنگه با لنگه یه نخود تلخکی که من قایم کردم تو هفت و سراخ یه وقت حروم کش نکنه. اون یکی هم چز نکرده باشه گوشه اتاق شوهرش کمربند بکشه رو صلوات داره. بودا حالا ما اینجا چیکار؟ تو که ولیمه کربلا تو میدی ما رو دعوت نمی‌کنی. الان چی میگی؟ الله اکبر. تو فکر می‌کنی من خوشم بیام اینجا؟ من اوقع می‌گیرم بیام بشینم چه کارش کثافت بالا میرن. دستانی اولی که آدم داره دست و پا میزنه زیر پاش خالی. آخ اون همه سخت داره. انقدر مسمس کردی که هیچ به هیچی. اون دهنی که توش نیش عقبه با زیر خاک خوبه. بهش گفتم حرف رو نبیچون لابوشا، من صراط مستقیم تو رو زاد ولنزالی حالی موشه. این قوادی کجکی زدن چیه؟ چی میخوای؟ زبون باد بزنه جیگره. این همه بالا پایی میکنم چپ و راست میگم که جیگرم خودش. دو ساعته میگم نکنی کنم، دو ساعته میگم من دیگه نمیکشم. اونم بابات اون باشه. این زندگی منه، کاسه گدایی دستمه، این زخمه. حامد
اینجا زخمه، استخون نشد و یکی. ببین نمیخوام لفت بدم، میخوام جواب تو بدم بری، ولی بالا غیرتون ادا در نهایی مهمه واسه من چی من چنده شم. خب معلومه مهمه واسه یه مادر. واسه مادر 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 اینه که پسرش به زنگ میزنه میگه من زنم بیمار سن پولی قرض بده تلفن روش قطع نکنه. باقیش اسم شرف کتاب فارسیه. حالا آقا بالا بریم پایین بیایم. من هر رفتم حرف انداختم جولیا رو، گفتم اینا خونه رو بفروشن با وام، گفت دست قسط میشه 250 50 باقیش من خودم تا 3 ماه دیگه میدم. حرفم نزده بودم نمیذاشتم اون بچه رو به طرف دومات کرازت بفرستی. من باید میرفتم با اون آقای یارو حرف میزدم، نه تو، نه این پسر چپ و چرند رضا. تو یکی خفه خودت بری گله دار که حمید نره گله دار. عقل خدا داده به این بچه آقا چی کار کنم؟ یارو بچه چلو چشش پر پر زده پوکیده برام میگم تخفیف بده، تخفیف برمیداره دیگه. مگه باغ داشتم نه فروختم، مواجب داشتم نه دادم. کاش داشتی، کاش مواجب داشتی. قلوب کردم کلینیکم خوب شد. چقدر بده کار شدم به اون عادی نجات. من به هیچی کار ندارم، حق نداری این کار بکنم. حق نداری چیه؟ آقای یاد همین وقت رفته بود گل چرزا تو میله زد و سر شکستن بلند شدم رفتم در مون دوباره شدی سر همین دعوای من ترک بودم، همه بدنم درد میکرد، هلک کلک بلند شدم و هر که تنها نباشه. دیر رسیدم من نمیذاشتم این ریختی در بیاد تای ماجرا. الان هم اگه فکر کردیم به امید رضا میشینم که تخفیف بگیره برسونه تا سر دیگه واقعی دوتا تونم کور خونده. رضا هم نتونست که این که پوکیده تکیده شد. من خرابه به امیدم به رضا. من اگه جای جورش میکنم حامد، این رایی که افتاده تو شوخی نیست. شوخیه؟ ببین من نگاه کن، شوخیه به قربان، شوخیه به خدا، شوخیه. بابا اصلا به اونا نیست، خودم خسته شدم این سیستم گرایی. فارسایلا انگاه پولش دارم رفتم توالت مدرسه پیر مرده سیک و پنجش در رو دو بیزو بگیره ساعتن رفتم کار گرفتم فروختن 30 تومن. بابا بس همه دیگه، نه کاری نه هیچی. ماشین اینقدر داغونه هیچ که دلش بر نمیداره سوار شه. یه مسافر کشی نمیتونم بکنم من. این راشتی زامه، این خریه تمامه. من پول نشه باشم داشتم از این اطلاع نمیتونم بچشم بیرون. من پول نشه باشم پول هم برای 3 تومن گذاشته رو پول میشه این سول دوی نمیتونم بدم. من پول نشه باشم زنم رو نمیتونم نگه دارم با توپ چست بودم. زن چست بود؟ واسه زن نگه داشتم بری کیلو کشی؟ من چی کار کنم شما بگو من برم همون کار بکنم. چی داری واسه خودم میگی؟ نه نه در چی دلش بخواد بذاره رو بشه. من به تو گفتم پول نداری میخوام. من به تو چی گفتم آمه؟ با من لباس تنم در بالا گذاشتم تو دیوار فروختم به تو چیزی نگفتم تمام بریم بذارم من گذاشتم رفتم به خاطر اینکه تو داشتی با اون زنی که این لندو که لگو پگو رو همش داره یه هدف اومدم به گفتم آقا حامد من مشکلم پولیش، مشکلم میگه در نمیای اونجایی که باید در بیاد پشت من. اینم آخرشه دیگه، این فاشنه دهنمو میکشم. اگه این رفته کیلو کش شده تقصیر کیه؟ آه تا این گذاشته بودی اون خونه رو بزنم بزنم الان دو تا کس پسار تو بگذاشم اصلا باید اون سه سال یه بار یه زنگ بگذاشم تو به تو حالا بدم. حالا رفتم. اینا بچه که بودن میرفتن رو تراس، یه نبرده اون بود میخوابوندنش رو زمین میشد کشتی، بعد هر کدوم میرشد توی یه مربعش پارو میزد. من 2 ساعت بایی میزدم نگاهش رو میکردم. عشقم بود که این خونه میمونه هوار سال داد نبه آمد. که نوه ندارم داشتم که زیر برد بودم. نمیخوای بری؟ جوابمو ندادی هنوز. باشه پاشو بیرون گم شو بیرون جوابی که تو میخواستی رو ندادم. من صاف و پوست کنده گفتم حرفمو. میری داغمو میکنی دوتا نکن. گفتم داغ مال کسیه که آدم دوستش داشته باشه. گفتم من از اون خانواده بابا داشتم که زیر پل مدیریت یخ زد. ای خمار شدم به یخ زدم. بعد خوابم برد. بهش گفتم من از اون خانواده آبجی داشتم که اینقدر پول قرض گرفتم ازش پشت اون پولا گمش کردم. یه داداش مونده حسام الان از اون خانواده گونم نمیذارم بگیرین ازم. من چی؟ خودت فکر می‌کنی چی؟ من اصلا هرچی به دلم بد افتاده نکن. اومده بود ملاقات من گفت نیم ساعت دقیقاً قبل اینکه بری بیرون به دلم بد افتاده بود مادر. خب دهنت وا میکنی میگفتی ما نریم دیگه. خواب چی؟ خواب نه آجی خواب یه چند بارم خواب دو ما با هم رفتیم مشهد زیارت. از همون خوابا که هر دفعه لازم ببینی نهیدی برامون. تو که اینجوری شدی که دیگه منم نشناسمه. قدیم هرچی بودی هر خالی بود لاغر.
یادت یه بار برگشتی بهم گفتی تو که پسری کردی واسم که من مادری کنم برات. الان میخوام پسری کنم واسم بچه تو، میخوام اگه گله دار بیارم پایین بلکه بعدش ببینم مادری تو. دختره رفته بود دستشویی، این برگشت بهم گفت جنس میبرم فخص میکنم. گفتم خوشم نمیاد به این دروغ میگی، صداشو انداخت بالا. از کجا میدونی به دروغ میگم؟ من سر همین جنس فروختن تا گاف رفتم شارک گذاشتم. مال گفتم سر و وضعت، گوشیت، ماشینت، ساقه چیزی بودی سر و وضعت این بود الان، اون زانی شلوارت این بود الان. نمیره، حرف تو کله تو گاف نمیده، حرف تو کله اون داداش گافترت نمیده، حرف تو کله اون بابای گافتر از گاوت هم نمیده. باز اونو تشم شد بگم نفت میرزم به خودم، خودم آتیش میزنم، آدم شد سر بود بیفته. تو با چی آدم میشه؟ من که نشدم، اینم که بعد تو بعد 35 سال نفهمیدی من آدم نمیشم. من فهمیدم تو مادر نمیشی، اما تو هنوزم نفهمیدی من آدم نمیشم. الان هم بری میرم سر بساتم خودم میسازم آدم تر میشم. خدا خستم کردی، همه تو خستم کردی. داد زدم داد زدم مامان عزیزم، قربونت برم عمر من، یا میری یا مجبور میشم روم شون چیزی که روم نمیشه. چونه تو هنوزم میری یا چی؟ گفتم به خاطر همکارم و خانمش مجانی اومدن اینجا. کی؟ امیر حسین سلطانزاده. خب اون قضیهش فهم میکرد، اون کیس ویژه بود. شما هیچ کدوم از مراحل پذیرش نمیخوای رعایت کنید؟ نه؟ پول، نوبت، ترتیبات اداری، ساعت، هیچی؟ خب این کیس ویژه‌تون یعنی چی؟ یعنی ما باید چی کار بکنیم؟ ببین عزیزم، اونایی که حقیقتاً شرایط خاصی داشته باشن، یعنی کسایی که بتونن در روند تحقیقات به گسترش متد متوجه میشی؟ بله بله بفهم کمک کنن. خب ما اینا رو رایگان پذیرش میکنیم، همین آقایی که دوست شما بود. این عادت کرده بود با خانمش مینشستن پای سفره قمار، بعد چون دیگه چیز قابل داری نداشتن سر بچهشون قمار میکردن. یک سال سر بچهشون قمار کرده بودن، دو بار باخته بودنش، سه بار دوباره برده بودنش. اینقدر وضعیت اینا ویژه بود، یعنی به صورت ناخودآگاه سعی داشتن همه چیزو ببازن. خب اینا یعنی یه همچین کیسایی به ما کمک میکنن، ما رایگان پذیرششون میکنیم. خب ما الان چجوری به شما بگیم که کیسمون بیش از یه چیکار میکنیم؟ شما تشریف بیارین اینجا، اگر همکارای من تشخیص دادن ارجاع میدن به من، اون وقت من پذیرشتون میکنم. چشم. حالا اگه اجازه بدید یه دقیقه خود تو الان ما رو پذیرش نمیکنی؟ برای اینکه تشخیص کیس ویژه نمیدم، کارمه، اشراف دارم. شرایطتون خاص بود همون اول فهمیدم. شرایطشون خاص بود، تو حالیت نبود، ایشکی حالیش نبود. من داشتم میمردم، اینا خواستم پول من جور شه، من نمیرم. حالا ما که مردیم بدبختیم. رفت جنس گرفت همون مرتیکه برونگاه کیلوکش شد که مثلا 50 تومن ما رو گرد کنه. بعد اونی که نباس می جنبی دختری کرده تو رو چه یه دار و ندارشو بردون کرد پیچید به بازی. بعد این دو تا طفل معصوم موندن یه طرف، یه ایل گیدورای یه طرف، یارو خیالش این کار گرفته جنس رو سر تیز بازی. آخه این بعد تو خانم بوده که مگه حالیت میشه این حرفا؟ اولش فهمیده بودی اینجا بودی؟ خانم دکتر، نمیشه ما رو پذیرش کنی؟ باب خدا، ما یه همه روز تعطیل از ترام پاشده اومدیم اینجا این همه را. به خدا من شرطمون خواسته دیگه. تو رو خدا خانم دکتر، تو رو خدا ما رو پذیرش کنی. تو رو خدا خانم دکتر. دلم سوخته. من 4 سال، این 3 سال. دروغ میگه طول جن، دروغ میگفتی. من خودم دیدم پسر خونم بود میکشی. جنس من رو کش میرم؟ منم هم همیشه خدا خراب خمار بمیگرم اصلا نگرفتم، یا فکر میکردم افتاده ازم. چقدر سر سیاهی زمستون نصف شب پیجز زدم بیرون تا کجا که رو چی این الان گرد؟ قبلن تریاک بود بعد دیگه بعد یه پایپ گرفتین دستتون، هی برو برگرد برو برگرد، بعد خیال خودتون رو راحت کردین جفتشو گذاشتین کنار گرد. میدونم
هستم. خب حالا جنس راحت میاد یا خماری هم میکشیم؟ قدیم پول نبود تو دست بالمون، خماری میکشیدیم، ولی الان خدا رو شکر نه. اون وقت از چی زندگیتون میذاریم برای جنس اون موقع که پول نبود؟ من تعریف کردم همه چی براش. این که میخواست بره عروسی خواهرش، پول نداشت کادو بگیریم. این که من دندونم خراب شده، لثم خون افتاده بود. این که میخواست بره دانشگاه، پول نداشتیم انصراف داد. آی خان دکتر آبوس تمام را تو بیار توی تهران پارس تو خونه زار. من همون شب ایفته آبان تا صبح زار میزدم، هی میگفتم خدا زلزله بیاد این زندانه خراب شه من در برم. تا صبح زار زدم، دعا کردم زلزله بیاد بی ناموس نهی من. حالا گریه های من مونده هم. خب چند ماه ترک نکردی؟ پارسال من ترک کردم اما حامد ترک نکرد. نه من ترک کردم. نه من خانم دکتر گفتم یه هفته بعد تو گفتم تو یه ذره سر حال شی. یه هفته تموم یابویی کشتم، گفتم چرخ زندگیمون میفته رو روال. بعد من تو خونه دم بو میام. من همیشه بخلا هوا چش میکشتم. خب میاد خب حالا شده تالا قد رفع کتی یه نفر جنس داشته باشیم؟ کی کشیده کی نکشیده؟ یه خورده داشتیم نصف کش کردیم تا درد نکشیم، بعد فرداشو بریم به یکی قرض کنیم. خب این کارو همه میکنن. من 32 تا زوج دارم اون بالا، همشون این کارو کردن. میخوام خودتون ببینیم بدونیم اگه شرایطتون خاص بود، مثلا میرفتیم خونه دوستتون اونجا یواشکی جایی نشون. من یه بعد همه جنس دزدیدم پارسال. خوبه چی؟ زل زد تو چشم با چشای اناریش. چرا هر وقت این چششو میداخت تو چشم من دلم غربی میریخ؟ پارسال داشتی برمیگشتی، سرد بود، برف میومد، میلرزیدی، بعد گفتی داشتی از رو پل مدیریت رد میشدی، یه و حواست نبود از دستت افتاده. نیست خان دکتر، به خود من همجوری الان وقتی که رفتم نمیدم یه و دیدم افتاده اون بابا لش کرده بودی کنار بخاری. بعد رفتی به منم نه نگفتی من خمری بکشم؟ آره منو دور زدی دیگه. بعد خان دکتر الان دیگه قبوله دیگه. فرداش چی کار کردی؟ بذاشتی اون بیشتر بکشه؟ چیزی پختی؟ کاری کردی؟ یه کاری کردی دیگه؟ یه چیزی به این میگه یه کاری کردی؟ یه لباس داشتم این لختی. بابا همون که تو به سونه پیش با هم رفتیم آستارا تو برام خریده. آه بله آستارا. بعد شما پختن کتلت هست که وسطش رو سوراخ داره. اینم هر وقت منو یه دقیق چیزی میداد برام لوبیا پلو درست میکرد. لوبیا سبز نه، لوبیا چشم بلبلی. بعد پیاز میذاشت، ماس میآورد. شده تا حالا یکیتون بخوای نون یکی رو بکشی؟ نه خاندر تو دیگه در این حقیه نبوده. حامد پارسال خانم دکتر. حامد اینطوری میگی تلافی کنی؟ نه تلافی رو چه کنم پارسال خانم. خب چی شد؟ حامد داری دروغ میگی؟ این قبول پارسال تو پر کارگاهی با جانت هم قالب سازی خانم دکتر. من گفتم نه، گفت تلافت من زدم اینجا بدم حامد داری دروغ میگی؟ خانم دکتر شب از خونه رفت بیرون، رفت رو مرزم که اگه بخواد بره، اگه بخواد طلاق بگیره من با چاقو تیکه تیکش میکنم. حامد به خدا داری دروغ میگی؟ دروغ میگی؟ قبولم کنه به خدا داری؟ یه رو درست شکمه بچه های من نیست، به خانواده آقاشون رفت. ببین فکرشم اگه کرده بودی اینجوری پف نمیکرده طفل معصوم. داری دروغ میگی؟ نمیگم خانم دکتر، خدا شاهد دروغ نمیگم. گفته بودی هیچ وقت نمیره داشت میرفت. دروغ نمیگم. دروغ به چی میگم؟ حالم یه طوری شد نشد باستم. من داشتم بالا میابردم همه دل و رودم و انگاری دلم آشوب شد، دویدم بیرون. حالا بچه دار نشدین هیچ بعد معتاد شدن نخواستین بچه دارشین هیچ وقت؟ افتاد خودش افتاد به خدا. باش که خیلی با
برید زنت که فهمید دلش میخواد ترک کنه. ترک کنه چه؟ مثلا تو کنم که ترک کنه پارسال. پارسال این رفته بودش رفته بود آرایشگاه، بعد توی این آرایشگاه نمیدونم کشیده بود بومی داد صورتش به هم ریخته بود چی؟ این خانما چند تا صندلی اون ورتر ازش نشسته بودن، بعد این خانم آرایشگاهی هم از صندلی خالی شد مثلا جاشو نمیدادن به دیگه، هر خری میمد پاش را میداختن، بعد این بهش برخورده بود اومده بود خونه، اومده بود سمت خونه، کل مسیرم هم پیچیده بود پیچیده بود به گریه. خب شده حالا خودت بخوابی زنتو بفرستی پیجنس؟ قدیم، الان نه، الان جنس تو دست بالام خدا رو شکر زیاده. خدا رو شکر بفرشی بفروشم، میبرم، میارم، تخص میکنم، سنگین. ببین، خوشم نمیاد بهم دروغ میگی، همه تونم بهم دروغ میگی. بابا دروغ نمیگفت که، کیلو کش شده بود، میخواست پول در بیاره دیگه شاهی پارسا رو بده، منو نجات بده که نداد. نه این تونست غلطی بکنه، اون مردی که گراز دوماده. من که نمیدونستم. داد زدم، از کجا میدونی دروغ میگم؟ سر همین جنس فروختن من تو گاف رفتم، شارک گذاشتم. هی دروغ میگی، دروغ میگی، دروغ میگی. جیغ زدم. گفتم سر و وضعه، گوشیت، ماشینه، ساقی چیزی بودی، سر و وضعت این بود الان. اون زانوی شلوارت این بود الان. بفرما. بفرما برو بیرون. من اصلا نمیتونم شما رو پذیرش کنم. بفرما. من صداتو شنیدم. جیغ زدی. گفتی سر و وضعه، گوشی داغونه، ماشینه. گفتی ساقی چیزی بودی، سر و وضع تیم نبود، الان زانوی شلوار تیم نبود، الان گفتی پذیرشمون نمی کنی، گفتی بریم بیرون. خانم دکتر، من اومده بودم پشت در داشتم صدا تو می شنیدم، یه چیزی قلقل جوشید تو گلوم، نتونستم زدم بذاری ضربه. خیلی خواهد، اسمش چیه؟ سمانه خانه، من نگاه کن، به من نگاه کن، من به تو چه نگاه کنی؟ حرف بزن به تو چه نگاه کنی؟ ما باید حتما بیام خانم دکتر، نمیشه، نه؟ اگه نه چی کار کنیم؟ عزیزم، اینجا فقط یه امکانه، اگر بخوای ترک کنی، انجمن هست، کلینیک هست، کمپ هست، میری اونجا؟ بابا خدا اگه نه یه بدبخت میشیم ما. بدبخت؟ شب عروسیش هم گیردیم. کاش میگفتش، کاش به یه دردی میخورد به آقل دختر. هم بگو چرا بدبخت میشیم؟ پارسال من با این قهر کرده بودم و یه ها نصفش ها خونه زد بیرون، رفت تا فرودگاه. خانم دکتر فرودگاه یه گل فروشی داره همیشه بازه شبانه روزی، من رفت اونجا برای من گل خرید اومد و الان میگه میخواسته منو بکشه. بابا خانم دکتر، ما اینقدر خواستیم، اینقدر بیشه از نباید شما رو پذیرش کنیم. به خود من اینقدر حالم بد بود، همین الان میخواستم بالا بیارم دویدم رفتم تو توالت، یهو خمار شدم. چون این قبلش رفته بود کشیده بود قبل اینکه شما بیای. حیف که استخونه هم زیر خاک پوسیده، وگرنه یه جا بلد بودم قایمتون کنم اسمیر. دیگه احتیاج به این دروغ دبنگا و دکتر و کلینیک و این چیزا هم نداشتیم. بهش گفتم نه، گفتم تش میشه استخون را زخم من، گوش نکرد، رفت خوش انداخت تو خشن. چقدر کشیدم از دست شما ستا، چقدر کشیدم؟ نکشیدم دیگه، یه ورقه عروضش کشی رفتم، گفتم میدونی چی نوشته؟ این رو مؤسسه زوج درمانی باباره در پی بازگردان نه هیچ کس که زوجه های سیب دیده زیر دود و غبار مواد مخدر پنهان کردن بر این باباره که خاک عالم فرق سرت کنن. این عشقه اینجوری عشق نگم داری یه چرت و پرت بیا برو از 32 تا زوجی که اونجا بپرس مدیون، ببین مدیون منو همین چرت و پرت ها هستن یا نه. بعدم این لگن تو از جلوی در بردار، دو ساعت بهیارم میخواد بره باشه بستی. همین رو فکر میکنی خدایی شد دادم من تر داری اون که دار نداره زندگیش رو دادن دسته، یکی رو رد میکنی یکی نگم داری حرف بزن واسه سر تو همین جوری دیگه، یه لباس پشتی فکر چه گلی هستی، فکر میکنی یک جو میتونی را بدی، یک جو میتونی را ندی. گفتی بیا برو بیرون، میخوام در ببخواد نمیریم، زنگ بزنم نگهبانی. زنگ نزن تو رو قرآن، زنگ نزن تو رو خود، زنگ نزن تو حیوان جامعه رو بده، من اصلا خودم میرم. این باغ بچه که ساختی اولی نگه میداری توش واسه این دل سوخته میخوای فکر باشی. حروم زاده انسان، اگه عصبانی بشه داد بزنه دعواش میشه، اگه دعواش میشه ممکنه قمر رو برداره بزنه تو سر یا
اون وقت ما کبیخ گر و گدایی داشت انسان مجبور میشه کلو کشی بکنه پول دیگه رو بده. یا الله اول حادثه تمام جنسا رو میزنه به حیثیت گاه علکی اهد میفته تو زندگیش انچوچک ها یا رئیسه میفتن دنبالش بکشنش داشت انسان در بره با زنش بیان تو کمپ چشی درمانی دکتر چیچیک اونا هم بیان اینجا ترتیب جفتشون رو بدن چه کاری هستن انسان از سوالی ها که من اون هم خونی هم خواهی هم تو فکر میکنی اگه آدم قرار باشه بمیره میشه جلوشو گرفت؟ من خودم 600 برم روزنامه مچهره چه بوده بودم رای لباسم ولی یخ زدم بردم بهش گفتم اگه دلت سوخته منو بید تای خطی اگه دلت نسوخته بی خودی زر تو فرد نکنین عشقش کن بگیرم از این مثل فرد تو جمع کنین پول بگیرم ازش کن بچه آقا بالا سرت شد ببین من تو رو اینجا راه نمیدم تا حالا میخواستم کمکت کنم میخواستم راحت بدم اما نمیکنم چی شد؟ به این طلوب رئیس بودن برخورده با من گربه هستن از این گربه چرک مریضا تا دستت نلیسم به تا دین نمیریزی روش گفتی بیا برو بیرون خیال میکنه از غربدش میترسم مرتی عملی من عملی دو هفته میخوام درد بکشم ترک بکنم تو بی شرفی تو که این کجا چجوری میخوای ترک کنی بس کن اصلا اندازه این نیستی که منو ببری زیر سوال بیا برو از اونایی که از اینجا اومدن بیرون بپرس ببین شرف داشتم ساعت 3 نصف شب از تهران بکوبم بیام اینجا به زنجبورشون گوش بدم یا نه مصاحبتی گرفتی؟ آره اسمم در کردی؟ شرف چی؟ شرف داری؟ داشتی وقتی یکی اینجوری بال میزنی کمکش کنی کمکش میکردی وای نمیستدی خورد شدنشو ببینی ببین اومدی اینجا با دروغ و داد و تهدید منو وادار کنی هر کاری میگی بکنم بعد به من میگی بیشرف بیشرفونه که بار همه بدبختیشو میندازه رو دوش بقیه محمد بلش کارو میریم بیرون یک کار میکنیم بابا چی کار میکنیم چی کار میکنیم نه چی کار میکنیم نمیتونم یک کار میکنیم یا چقدر التماسش کنیم نمیبینه ما رو نمیبینه چی کار کنیم چطوری نفهمیدم اینا با من واسه ترک کردن نیومدن کی واسه ترک انقدر اصرار میکنه میخواستم قایم شم دهما گردارم نشد یادشون بدم سه
درگو پیم پا بسات خوش شده بود وقتی را دوم در آوردن رفتن تو کوچه چپ و چرند یاد گرفتن اونو که گلدونش کردن اونم که با قمه زد کاش نذاشته بودم بره کاش همون موقع که دلم شور و شیبم بود دامنگیرش میشد آبرون رفت آبرون رفت قرار نبود اینجا بشه قرار بود این کورس هم ببرم تو مرتضاگر تخص کنم با یارو شریکشم سدی پنجش رو یه وامی که دوازده تومن کم بود واسه پول دیگه اون مادر مرده نشد که بشه این شد شدم یکی که ریق و رمق نداره بین زنش و خونوادش و مرم نشد که بشه این شد آه قرار بود چطور شد قرار بود من یه پسر داشته باشم اسمش هرشیا باشه و برم خیابون بهار برشن این خلوار هست این سکت بنتن داره اینا بخم چی شد؟ آخرش شد یه لخت خون که میز و پروستوره پیچید دورش آخرش هم نمرد یه لخت خونه نمرد اصلا مجبور شدیم به این بیمارستان اونجا با کشتنش بهتر که مرد اگه قرار بود پسرشه همون بهتر که مو مردای خانواده هفت کرده گاهشون بود میشد یکی نگه اینا خوب بود خوب نبود خواست منم که توی قطعه 312 زیر نیم متر مرمر باز من اگه زنده بودم اقلا میوردمش پارک علا کلنگ سوارش میکردم آقا یه چیز یا من چجوری نفهمیدم این اسماعیل یا جدی جدی متقاعد نیستم اومده بودن خودش رو جا کرده بودن بازه دخلی با بهتر که سخت شد مود بزرگ میشد میشد یک گوی مثل من خدا خونده میکنید رو میوردنش بند شیش فقط یه سری ردی ادامی از شما عملی ها بردن این فکر میکرم بابام رو مردن درس نداره آقا میرم دیر مردن درس داره خدا زود کن خیلی زود کن یه شب سیاه زمستون زیر پل مدیریت یخ زد یخ زدی؟ حامد خیلی سرد بود توف تو هر چی زمستونه خماری هم بود ولی من یخ زدم نخوان دوانتایی تو گزارش دوانتایی نوشته و سپول داشته جارو میزد و پلان اینا دیده زیر برفی چیزیه با جارو زده زد اینجا یه جارو زده پاشو پانشو من دلم جواب میشد که داره پیر میشه آخه جوانیش خب آخه اما مردن ترس داره وقتی هنوز چی نشدی همون که باید میشه یعنی نباید میمردی همون مردی ها؟ من هیچی نشد قرار بود حساب دارشم شدم هیچی قرار بود مادرشم، آشپزشم، زن خونهشم، کدبانشم یاد بگم چجوری لکه جوهر از رو پارچ مخمل میبرن آخرش چی شدم؟ شدم یکی که تو کمپ این دکتر خضره شعر حمید مصدق میخونه که یادش بره در تو رگاش لامبادا میذاره هی یادش نره دکتر خضره رو بکنم بشه به خاک دادیم شما نمیدونین که من چقدر بدهکار آقا روزای خوش روزای بود اسم هرچی شما دکتر میزدن اسمتون همه جا رفت خدا را شکر همشهری اطلاع شهر اعتماد زندگی ایدار اسمتون همه جا رفت وقت اسم ما رفت تو کیهان صفحه حواده سیاسفی آینا ببین گذاشته زیر دیگ اینقدر عکس و قدی اونم اینجوری بعد بالا آره مو هم داشته اونم ما خانم دکتر من قرار رو بمیرم و این دماد آشغالشون قرار رو تحقیق بگیره
شما قرار بود 50 جور کنی آقا. آره نشد دیگه شرمنده. نشد ما به خاک رفتیم. حال اگه اون موقع خودمون دلی اومده بودیم اینجا مثلا دو تای با هم اومده بودیم دو تای با هم ترک کردیم چقدر خوب میشد. آره قبل اینکه جنس رو ازم بزنن ترک میکردیم. قبل اینکه کیلو کشتی بیفتی تو اچه ترک میکردیم. قبل اینکه خورد بود ببرم چیز بزای جمازی تو دست بشم ترک میکردیم. قبل اینکه بچه همو تو بیمارستان با جار و برقی بکشم بیرون ترک میکردیم. ترک میکردیم رزی ترک و که ترک و ترک میکنم بعد سه ماه. فرداش میخواستم تو جلسه براشون یه شعر بخونم. میگفت هر کس سخنی از سر سودا گفتن بقیش رو یادم نمیاد. صبح ساعت 5 موقع می زنگ زد خانم دکتر خودتو برسون. دوتا جنازه پیدا کردیم کال و کبود. منم کبود شدم و بس که تو سرما مونده. منم کبود شدم بس که تناب گره گردم فشار رو فقط لبام کبود. سر قرب هر کسی میتون اومدم داشتم سکته میکرد. حالا چی کار کنم با اون همه قاب عکس کثافت روی اون دیوار؟ هر کدومتون شدین یه قاب. حامد ای بحره با اون گوش داده و الان زن آیدین شده بودم مثلا الان پشت 206 نشسته بودم داشتم میرفتم شرکتش. بچه هم داشتیم تو مرده کدک بود. ببین اگه خرده شده بودم و دختم اون شرابیه رو سر خوی با شبای سوار نکرده بودم الان نشسته بودم پشت پرایدم که عقرب دور موتور نداره داشتم کیلو کشی میکردم. نشدم پامو کردم توی یه کفش که میخوام. وقتی آدم یکی از میتونه بشینه ترک موتورش طرف براش اون دوتا مسته چشاب بخونه اون دوتا مسته چشاب دلش هوری بریزه منو خواهد بزن یکی میشه که ریش پرپوزوری داره. خر شدم دختره دست کنده سه تا فر خوردم تو لاین یک دور خودم گفتم علالا سوارش میکنم برکس چربید سرفید سوری تو با بریم یه جا که جا باشه خلوت باشه یه چیزی نشونت بدم. خر شدم خرتر شدم. آدم به کی بگه دلش به یکی بند شد بند میشه دیگه. خماری و سگ خوردی و خرمغزیش هم به جون میخره کتکم بخوره پر نمیکشه بره دستش بشکنه ته طلاق و تف نده زدین زدین جام با شکر زدین جام بدنم چوب شد شدم یه تیکه سنگ اومدم دمه را بغل صندلی بردارم دستم نمیرسیم چشمم وا نمیشد ماشین رفت بغل رفت بغل ثابت به جدول یهو دیدم یه موتوریه داره میاد یه موتوری اومد در عقب و باز کرد درازم کردن جنسر از جاساس کشیدم بیرون رفتن من موندم و لشم یکی رو دیوار هواخوری کنده بود گویان قیامتی و دیداری هست ای کاش که امروز قیامت بودید. یه بابایی هم خودم زیرش نوشته بود گو تو هرچی کاش کاشی بدبخت رو بگو معلومه کی جنسش رو کش رفته بکرده اینا انقدر زرنگن که اون همه جنس رو کش برن بعدم بیان تو این کلینیکه قایم شن آدم فرستاده که نفلش میکنه انگار نفله نفله کردن. خب کاش پلیس گرفته بودم پلیس هرده که من فرسته آقایش میشه. خامه اون باکسی ها بیه کن من چه هیچ وقت نپوشیدم شما بله مون کن بابا که ما هرچی دعوت میکنم که ما ماکسی ها رو جناب سرما من هرچی بودم بیشرف نبودم من زنم رو دور زدم باقی پول مسافر ندادم گاز دادم رفتم گرد بگرد بوم کردم زدم توی این کلافتاباد ترکندم خودم رو حیوان بودم اما بیشرف نبودم. علکی امید داشتم تو دنیا اسم در چهار تا مقاله انگلیسی نوشته بودم فرستاده بودم این بر بر مثلا اسمم میفته تو درم بهش گفتم خسته نشده این کوفته که صافت گفت تو خسته نشده از خسته کردن من تو که خودت یه سره اون کوفته که صافت دسته گفتم تو بگی ولش میکنم ولش میکنی ولش میکنی میری گفت کجا؟ گفتم هر جای که این کوفته که صافت نباشه میریم شمال لب دریا مرش رو وقتی آدمو میشورن ارو رگش میفهمن این کاره هست یا نه شما هم که همه سوراخ سوراخ دل دیگه دهن تو میبنده نمیتونی بگی تا صاف نشی خوب نشی بر نمیگی
دندون میبنده، نمیتونه بگی میترسی و هم مواد بچپونی زیر صندلی عقب را بیفته تو شب. دندون میبنده، نمیتونه بگی میمیری هر بار که میره بیرون از ترس این که نمیره. کاش قبر شما دوتا اینقدر از هم دور نبود. من که پا ندارم، یه صندلی میگیرم دستم از این تاشا، از پاونا میفتم از این قطعه برم اون قطعه. منم که هیچ کس سر قبر من نمیره. دکتر تو بهداری میگفت یه رو بعد اینکه بمیری سر یه رو شکمت سبز میشه، شروع میکنه از تو گندیدن. میگفت تو شکم همه آدما پر میکروبه، هم اونا از تو میخورن آدما. میکروبه هر کیم عینهو خودشن. مال من قاتلن، سری میخورن. مال شما نشن، مو کوتاهو خورنت. دیگه مردم. الله دیگه حسه میکنم چطور مغزم سبک میشه، باد میشه، حل میشه تو جون. دودایی تو جمجمه هم مغزم رو میخورن، میشن این اصل، میرن تو رگا. دیگه حسش نمیکنم، دیگه مردم. دیگه راه نمیرم تو خونه، منتظرشم بیاد با جنس. هیچ چنگ بگیرم خودم و دستم گزگز کنه، پام گزگز کنه، چشام خوشه. هی گر بگیره تنم، هی لرز کن. دیگه تموم شد. نباید اینجوری تموم میشد. میشد نشه، نمیشد. نمیشد، آدم به آدم ها معتاد میشد، نه چیز میزار. بابا آدم مرده دیگه، مرده دیگه. جنس برس رو میخواد چیکار. اما آدم ها چیه؟ آدم به یکی معتاده، معتاده دیگه. بمیره مجبوره ترکش کنه. نیستنه بعضی چیزا، خیلی نیستنه. آدم چطوری ترک کنه یکی که به خاطرش نتونسته ترک کنه یه اون؟ حالا که مردم که مگه؟